مسئولان امارات اسلامی در نشست هماهنگی و ارتقای ظرفیت میگویند افغانستان با تمام توان امارات اسلامی تلاش میکند تا کشور را روی پا استاد کند و در عرصه‌های اقتصادی به خود کفایی برساند. آنان میگویند که برای استفاده اعظمی از فرصتها باید طرز و طرح مشخص کاری در اداره‌های دولتی تطبیق گردد تا هماهنگی لازم در امور کاری صورت گیرد. نشست هماهنگی و ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی. مسئولان امارات اسلامی در این نشست میگویند امارات اسلامی افغانستان با تمام توان تلاش میکند تا کشور را روی پای ایستاد کند و در عرصه های اقتصادی به خود کفایی برساند. دیگو دی ظرفیت دی پاره با اغس شرایط تو که اسلامی امارات و مشران و کوشش کاو سی دغس برنامه تر لاس لاندی و نیسی او دی ملگر دی پاره دغس زمینه برابره که سر دیده سی ویره باوا اغه سه جای نه پیدا کېده د اطمینان او د ملګرو مسؤلیتونه هم 24 ساعته او دا خطر و چې په یو بم سره د ټول لمنځل ورسی. در همین حال مسئولان بر استفاده اعظمی از فرصت ها تاکید کرده و گفتند که باید طرز و طرح مشخص کاری در اداره های دولتی تطبیق گردد تا هماهنگی لازم در امور کاری صورت گیرد. او په کوم نظام کې چې نظم موجود وي هغه ځای کې عقیده نه باور نه تعهد نه هم هغه مطلوب هدف ته نشي رسیدلای. همچنان مسئولان امارت اسلامی گفتند که سیاست خارجی امارت اسلامی بر حسن همجواری و تنش زدایی کشورهای منطقه و جهان استوار است، اما جهان در تعامل با نظام امارت اسلامی غیر عادلانه برخورد میکند. ما میخواهیم با حسن همجواری در این جغرافیا در این منطقه زندگی بکنیم و تحولات ژئوپلیتیک منطقه با مسالمت آمیز و با فرایندهای منطقی و عقلانی مورد توجه قرار بگیره. به همین دلیل است که شما شاهد هستین که سیاست خارجی امارت اسلامی بر حسن همجواری با همسایگان، بر تنش زدایی و اعتماد سازی با جهان استوار است. اما ای که جهان غیر عادلانه و غیر منصفانه با ما برخورد میکنه او یک بحث دیگه هست. گفتنی است که مسئولان در این برنامه بر خلاقیت و نوآوری ها تاکید کرده گفتند که با تلاش و نوآوری ها می توان یک مدیریت خوب و جامع را برای جامعه تعریف نماییم. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.